بین کرمان و کرمانشاه بیش از 1200 کیلومتر فاصله است. بین زمان وقوع زلزله در این دو منطقه هم از 21 آبان 96 تا 21 آذر 96 دقیقاً یک ماه فاصله است. اما به رغم بعد زمان و بعد مکان، داغ و درد و اعتراض‌های مردم این دو منطقه مشابه هم دیگه است. همین دو سه روز پیش بود که روحانی و وزیر کشورش برای بازدید از مناطق زلزله زده به کرمان رفتند. بازدیدی که با حمله و هجوم مردم کوهبنان به فرمانداری و فرار رحمانی فضلی وزیر کشور تموم شد. اینجا دو تا خبر براتون دارم در مورد زلزله کرمانشاه. اول به حرفای نماینده رژیم در مجلس از پاوه و سلاس باباجانی و چند قلم آماری که همین نماینده رژیم ارائه میکنه گوش کنیم. واقعا سرده. ما تو الان تو خونه بهترین جا با شفاژ با امکانات میشینیم سردمونه. اونی که تو چادر داره زندگی میکنه به نظرش ما یه بچه 10 ماهه. شبکه بهداشت به من اعلام کرد که مادرای باردار در اینجا شرایطمون خیلی بحرانیه. نماینده مردم پاوه و اورامانات هفته گذشته این موضوع را در حمایت از مردمی که به او رأی دادن تذکر داد و خواست که به خاطر پیشگیری از مرگ کودکان و آسیب‌های سرما برای زنان و افراد در معرض آسیب اقدامی شود. اما اولین کاری که فرمانداران، مسئولان محلی و درمانی کردند، تکذیب این خبر بود. تکذیب کنندگان که در اطلاعیه خود هم اعلام کرده بودند سارینا به خاطر سرماخوردگی و عفونت چند روز قبل دیر به مراکز درمانی رسیده و از دنیا رفته، توضیح ندادند که چرا کودکانی مانند این طفل در معرض سرمای شدید قرار دارند و چرا مادران یا پدران یا بازماندگان آنها توان انتقال عزیزترین اعضای خانواده را به مراکز تخصصی درمانی ندارند. حالا شهاب نادری نماینده پاوه و اورامانات درباره مشکلات روحی و روانی زلزله زدگان و مصائب حوزه بهداشت و درمان منطقه و ماجرای فوت چند کودک دیگر پس از مرگ سارینا توضیح می‌دهد. بچه دیگه محمد اسمش بود یا ماتیار که بعد از سارینا فوتی داشتیم. من پیگیری کردم، گفتن 8 ماه بوده فوت شده دیگه. بچه‌ای که در این جیدن فوت شدن چند تا بچه‌ای بودن که به خاطر تشنج و تب بوده و این تشنج و تب هم از سرما میاد دیگه. آمار و مستندات هست، خود پزشک قانونی گواهی فوتی که صادر کرده تو گواهی فوت هم هست. 97 مورد ما اقلام و افکار به خودکشی داشتیم در 97 مورد بر اساس آماری که روانشناسا و سازمان بهزیستی و مدیر کل معتنین بهزیستی اعلام کردن. ما الان مردم رو رها کردیم. مردمی که رها کردیم کسی هم ندارن بهشون کمک بکنه. خود به خود این شرایط فراهم میشه که اینا اون افکار خودکشی، اون اقدام خودکشی در ذهن اینها پرانده بشه. و کسی که مثلا به نظر شما 70 روزه هنوز حمام نرفته، میخوای چه جوری باشه؟ کسی که واقعا اون سرویس بهداشتی و حمام و اون بهداشت اولیه نداره 70 روزه، مردمی کسی که بوده که مثلا در عین مثلا 1 دقیقه 2 دقیقه کل هر چه داشته از بین رفته، هیچی نداره. خب میخوای چجوری باشه؟ میخوای سالم باشه این آدم؟ زلزله اومده میگه آقا ما حداقل 620 نفر در جریان زلزله فوت شدن. خب دیگه این یه بلای طبیعی بوده، ولی دیگه سرمازدگی دست خود ماست. درخواست ما اینه که یه کانکس به ما بده که ما سرما نمیریم. قول دادن که یا 5 میلیون تومان به اینا بدن یا کانکس بدن. و من خودم بازدید داشتم، تحقق پیدا نکرده این فرمایشات این دوستان. خود مسئولینم واقعا نمیتونن با زن و بچه‌شون شب تو زیر یه چادر بخوابن. بعضی موارد دیگه ما فقط اعلام میکنیم ولی مردم خودشون تشخیص و تفسیرش با خود مردمه. حالا من در بعضی از نقاط ها فرمانداره من بودن که واقعا مدیر بحران نبودن، اومدن خود به خود خودسر یه چیزی تکذیب کردن. همینجوری که نمیشه واقعا درک بکنن شرایط منطقه و مسئولین دیگه اینجا قرار نیست که روی صندلی نرم و گرم بشینن و توجهی به مناطقی که تا امروز از کسانی بودن که برای این آب و خاک جان دادن، شهید دادن، جانباز دادن، زحمت کشیدن، مرزداری کردن، امروز هم دین دارن. قرار نیست که من روزی سکوت بگیرم بگم آقا چون فلان مسئول ناراحت نشه بذار مثلا مردم من از سرما زدگی یا مردم من از بی چادری یا از بی کانکسی یا از بی خونه یا مثلا مشکلاتی براشون ایجاد بشه. به ناچار مردم خیلی ناراحت و ناراضین از این وضعیتی که الان هست.
از اون تعهداتی که دولت باید انجام میداد هنوز که انجام نداده. بانک ها اصلا استمهال وام ها یه وامی بود که ما 2 سال به اینا وقت میدیم، متاسفانه هیچ بانکی رعایت نمیکنه. مکتوب نامه نوشتم، وزیر دستور داده، ولی نمیدونم چرا آقای سیف اجرایی نمیکنه، مدیر عامل بانک ها اجرایی نمیکنن. خود دیگه من کسی که زلزله زده شدم، الان دارم سرمایه هیچی ندارم، بانک ها فشار بیارن، خود مشکلات اندر مشکلات میشه. یه بالادستی یه دستوری میده، باید دستور اجرایی بشه. متاسفانه در اون مصوبات سفری هم که جناب آقای رئیس جمهور اومدن هنوز اجرایی نشده. بله، زلزله، سرما، بی سرپناهی و بی سر و سامانی مردمی که زمانی روزگار میگذرونن که پول ایران کماکان خرج سلاح و تجهیزات برای یمن و سوریه و عراق و لبنان میشه. اما کلیپ دوم رو با یک یادداشت یک هموطن که برامون فرستاده نشون خواهیم داد. این هموطن نوشته که این سخنرانی خامنه ای پس از بازدیدش از مناطق زلزله زده کرمانشاه که در واقع داره از سطح درک و فهمش از مقوله کمک و یاری به زلزله زدگان صحبت میکنه. خوب این رو هم ببینیم و ببینیم که معنی و مفهوم کمک به زلزله زدگان در قاموس رهبر نظام چی هستش. بعدش بقیه یادداشت این هموطن رو براتون میخونم. خب من دیدم این چادرها رو، پرسیدم پلاستیک دادن برای چادر؟ گفت بله پلاستیک. اون خانومی که ازش سوال کردم من توی یکی از این چادرها، گفت بله پلاستیک دادن. بعد من خودم از این سوال شرمنده شدم. خیلی خب، حالا پلاستیک دادن، مگه پلاستیک معجزه میکنه؟ سرمای هوا در این فصل در شب چجوری بایستی تأمین بشه گرمای لازم برای بچه، برای پیرمرد، برای مریض چجور باید تأمین بشه؟ جز با تمهید لازم برای اولا ساخت مسکن، و تا وقتی که مسئله مسکن به طور کامل تأمین نشده، تأمین وسایل گرمایش باید خیلی در این زمینه کار بشه، خیلی باید تلاش بشه. بله، ملاحظه کردید؟ این دوستمون در ادامه اینطور نوشته: اینها حرفای کسیه که میتونه جنوب لبنان رو 3 ماهه بسازه. در عرض 3 هفته بیشتر از 70 روستا رو بازسازی کنه و در عرض 45 روز 45 مدرسه برای عوامل لبنانیش بسازه. اما نوبت به مردم ایران که میرسه، حد اکثر کمکش میشه پلاستیک و یک وسیله گرمایش که صحبتش میشه و تازه معلوم نیست که به دست مردم هم برسه. این دوستمون نوشته برای همین چیزهاست که مردم ایران اینها رو ایرانی نمیدونن. اینان حراسشان زیدانگی ماست، باید یکی شبیم، باید یکی شبیم، باید یکی شبیم، باید یکی شبیم. آخون باید گم بشه، روح کن پش بشه، آخون باید گم بشه. خب در ارتباط با گزارشی که الان دیدیم، گفتگوی داریم با ابوالفضل فولادوند. با سلام به شما و تشکر از حضورتون در این گفتگو. سلام خدمت شما و تشکر. بله، سوالم اینه که چه مشکلی الان وجود داره که مسائل رژیم حل نمیکنه؟ یعنی مثلا کمبود پوله، کمبود نیروه، تجهیزات نیست، به چه دلیل وارد حل مسائل نمیشن در حالی که خودشون اخطار میدن که وضعیت خطرناکه؟ بله، هر شبت که مشکل هیچ کدوم اینا نیست، یعنی نه پول، نه نیروی کار، نه امکانات، مطلق اصلا از این خبرها نیست. چون مملکت ما، بتون استعداد دارید، یکی از ثروتمندترین کشورهای دنیا هستیم.
از نظر منابع طبیعی جزو یکای دنیاییم، از نظر منابع انسانی و نیروی انسانی و متخصص جزو یکای دنیاییم. ما جزو کشورهایی هستیم که الان همین جوری کرور کرور داریم مغز صادر میکنیم به کشورهای دیگه، فارغ التحصیلامون میرن. ما الان دکترامون دارن بنایی میکنن، ما الان سوپورامون توی خرم‌آباد فوق لیسانسن. یعنی همچین داستانی نیست. ما همه اون چه رو که لازمه برای اینکه از این مملکت یک بهشت ساخته بشه رو ما داریم. یعنی این نیست که ما نداریم یا نمیتونیم، این چیزی نیست که ما مشکلی تو این داشته باشیم، مشکل یک جای دیگه است. آقا ما همین الان که من الان در خدمت شما نشستم، 4 جنگ منطقه‌ای رو این داره با پول ملت ایران داره پیش میبره، موازی هم داره پیش میبره. توی عراق مزدور گرفته، توی لبنان مزدور گرفته، توی یمن مزدور گرفته، توی سوریه مزدور گرفته. خب پیش بردن همین داستانا پول میخواد دیگه، پول ملت رفته اونجا. همین الان که ما خدمت شما نشستیم، گر گر خبر میاد آقا فلان مزدور رژیم و فلان جاسوس رژیم رو در آلمان گرفتن. هفته پیش بود یا 2 پیش بود، بله، مزدور از پاکستان اجاره کرده، مزدور گرفته، استخدام کرده که در آلمان براش جاسوسی کنه. پارسال بود مزدورش رو توی نروژ گیر انداختن، اداره جاسوسی نروژ مزدور عراقی اینا رو توی نروژ گیر انداخت. اون یکی از شرق الاوسط نوشت یه مزدورشون رو توی اردن گرفتن. با پول، با پول همین ملت. یعنی ما در پول این چیزا مشکل نداریم که، اونتا این پولا میره اینجا خوب به جایی که خرج مردم بشه، خرج جنگ و تروریسم و ایزن سرکوب مردم ما میشه. این کارهایی که این داره میکنه، اینا همشون نیاز به پول داره. یعنی اینا که با صلوات پیش نمیره که، جنگ که با نمیدونم دعا و ذکر و ورد پیش نمیره که، باید پول بدیم موضوع رو بیاد بجنگه دیگه. حالا نمیدونم با همین پول هست که نگاه میکنید میبینید انواع و اقسام این لشکرهای نمیدونم فاشیستی ارتجایی ضد انقلابی به اسم فاطمیون و زینبیون و بدر و نمیدونم صابرون و این جور چیزا رو داره درست میکنه. حزب الله و یه 700 میلیون دلار فقط این مقرری سالانه شه. حالا چقدر دیگه بهش پول میده اون دیگه چیز نیست. همین چند روز پیش فکر کنم بود که آمریکایی ها مثل این که افشا کردن، حالا چیز افشا شدنی هم پیشتر از اینها گفته شده. بخشش هم که اساسا خرج سرکوب مردم ایران میشه. چند تا ما گشت فقط همین توی تهران داریم گشت سرکوب کرد، از 27 تا 28 زده بالا. اینا پول میخواد دیگه، گرفتن مزدور برای ایجاد گشت سرکوب همین پولاست. این پولا به جای اینکه خرج مردم نمیدونم زلزله‌زده کرمانشاه بشه، به جای اینکه خرج مردم زلزله‌زده کرمان و کوهبنا و نمیدونم مردم سیستان بلوچستان و بیرجند و جیرفت و زلزله خراسان بشه، میره خرج این جور جاها میشه. تازه من الان اینو دارم خدمت شما میگم، نماینده رژیم از پاوه و سلاس باباجانی فردی به اسم شهاب نادری مصاحبه کرده بود. این مصاحبهش توی فضای مجازی تقریبا مثل توپ ترکید که همه، چون دیگه این خودش دیگه نماینده رژیمه دیگه، اومده حالا اینا رو میگه. چی میگه؟ میگه که 70 روزه که مردم زلزله زده ما توی استان کرمانشاه همون نرفتن. آقا فاجعه است. میگه سرویس بهداشتی ندارن، دوا و درمون ندارن، امداد پزشکی وجود نداره، توی چادر دارن زندگی میکنن. میگه 60% مردم هنوز کانکس نگرفتن. اون همه پولم اینا گرفتن برای کانکس و سپاه اومد کلی بودجه گرفت از دولت و بعد کلی بودجه گرفت که مسکن دائم بسازه حل کنه. اینا اصلا از این خبرای نیست، پولا رو گرفتن و خوردن و بردن جای دیگه خرج کردن. حالا نقطه مقابلش ببینید، اینا توی جنگ لبنان اون پاسدار معدوم ضد انقلابی جنایتکار خوشنویس رئیس بازسازی لبنان بود از طرف رژیم، بله، اعلام کرد. اونم الان فیلمش توی یوتیوب هست، تمام میتونم ببینن. اتفاقا بعد جوری هم پیچیده توی دست مردم میبیننش. میگه که در 45 روز ما 45 تا مدرسه درست کردیم برای حزب الله، بچهای تروریستای حزب الله. میگه در عرض 70 روز 70 تا روستاشون رو نوسازی کردیم، بازسازی کردیم، روستایی که توی جنگ خراب شده بود. با یک خانومی از عیال یکی از همین تروریستای حزب الله بی بی سی بود چی بود مصاحبه کرده بود. میگه که خانومه میگفت که خدا پدرشون رو بیامرزه این پاسدارای اینا اومدن خونه تا خواستن برای ما خونه اصلیمون رو بسازن، برای ما توی این آپارتمان‌ها خونه خوب اجاره کردن. بعد اون خونه‌ای رو که می‌خواستن بسازن
اومدن پرسیدن که چه جوری باشه، آشپزخونه چه جوری باشه، دوبلکس باشه، نمیدونم سوبلکس باشه، اینا هستن، اینا اعتراف، اینا چیزایی که اصلا شاید باور کردنی نباشه. بعد طرف میگه که مردم لبنان این کارا رو براشون کردیم، همین خوشنویس معدوم، چون ملت عزیزیان، مردم عزیزیان، مردم کرمانشاه ما چی؟ بی حیا. مردم کرمان چی؟ مردم سیستان بلوچستان چی؟ زلزله زده‌های خراسان چی؟ چه جوریه که مردم ما توی کرمانشاه 70 روز زرن همون؟ آقا اینا مردم با کرامتی بودن، اینا عزیز بودن، اینا خودشون مغازه داشتن، دکون داشتن، شغل داشتن، خونه داشتن، زندگی داشتن و از هستی یک لحظه ساقط شدن با یک ثانیه طبیعی، با زلزله. بعد خیلی راحت اینا میگن که اونا عزیزن. آقا ملت ما چی؟ به نوبت به مردم خودمون که میرسه، نه بهشون خونه میدن، نه بهشون کانکس میدن، نه داروشون حل میکنن، نه امداد پزشکی، اصلا هیچی وجود نداره اونجا، یک پتو وجود نداره که بچه‌ای به اسم سارینا و نمیدونم کیوکی از سرما مریض میشن و میمیرن. اصلا بحث پول نیست، پول داره اونجا خرج میشه، پول هست برای یه جای دیگه خرج میشه. یه چیزی همین شهاب نادری گفت، آدم تنش تکون میخوره واقعا. میگه حتی استعمال بانکی زلزله زده ها رو حل نکردن. ببینید طرف رفته با هر قرض و قوله‌ای بوده یه مقدار پول جول کرده و یه خونه با وام خریده که وامش هم همون موقع میگفتن که ما قسط بانکی رو که بخوایم بدیم، خودمون که بدیم هیچی، مثلا 20 میلیون گرفته، 60 میلیون هرچی گرفته، میگه قسطش رو که بخوایم بدیم، خودمون که بدیم هیچی، بچه‌مون هم باید قسطش رو بده. یعنی اینقدر سود کشیدن روی این دهشه سناری که به عنوان وام دادن به ملت خودمون، مردم خودمون. حالا زلزله اومده، دکون و خونه این بابا نابود شده رفته. خب همه جای دنیا رسمه دیگه، میان میگن که آقا خب شما الان اون بدهی بانکیت رو یا میبخشن یا میگن که بذارین هر وقت خونه و زندگی و شغل دوباره درست شد، چرخ زندگیت روی دور افتاد، با شما موقع میایم حساب بکنیم، شروع کنیم. ما که پول نیستیم که، ما یک نفت دنیاییم، بیشترین منابع نفتی دنیا رو یک نباشیم دویم، ما همین الان سومی یا دومی صادر کننده نفت دنیاییم. قرارگاه خاتم الانبیا ضد خاتم الانبیا، مال سپاه پاسداران، روزی 60 میلیون دلار فقط پول فروش نفتشه. ما که بی پول نیستیم، یه قرارگاه اونا، سال قرارگاه دیگهشون چقدر، پالایشگاه دیگهشون چقدر میبره خدا میدونه. ما که بی پول نیستیم که آقا این پول بدیم مردم، ما خودشونه، اینان که شما رو می دستگاه رسوندن، بدیم به اینا. اصلا از این خبرا نیست که به جای اینکه بیان کمک کنن، اومده شما مجسم کن زلزله زده ای رو که توی کرمانشاه میاد صبح از در چادرش با سرما میاد بیرون، یه مرتبه مامور بانک یک قبض میذاره جلوش، میگه که ببخشید قسط بانکی خونه تو ندادی، کدوم خونه بابا، تمام شد رفت پی کارش، خونه ای وجود نداره که. حالا این قبضا رو میارن در این چادر اینا بهشون میدن، چه حالی بهشون دست میده؟ اونم مردم، یک خانم مصاحبه میکرد، میگفت که آقا من روزی که زلزله اومد همسرم زیر زلزله رفت، فوت کرد، خانواده‌ام همه رفتن، کسی برام نمونده، یک زن تنها. میگه اگه مردم نبودن، اونجا آبم نبود دیگه، آب نوشیدنی هم نبود، میگه اگه مردم و کمک‌های مردمی نبود، آب خوردن هم نداشتم، نون هم نداشتم، مردم منو نگه داشتن اگر من مرده بودم. امروز یه چیزی میخوندم توی روزنامه جهان صنعت، مال همین امروز، یه کارشناسی دارم به اسم دکتر محمدی نمیکشه، میگه هنوز در منطقه کرمانشاه رو میگه، منطقه زلزله زده کرمانشاه، میگه روستاهایی هستن که بازدیدهای اولیه حتی به منظور تعیین خسارت از سوی مقامات دستاندرکار صورت نگرفته. یعنی اینکه آقا هنوز جایی هست توی همین مناطق زلزله زده کرمانشاه که نرفتن ببینن اصلا اونجا چه اتفاقی افتاده، مثل مناطق کشف نشده آمازون میمونه، نرفتن ببینن اینجا چند نفر کشته شدن، چند نفر زنده باقی موندن، چه کار باید کرد. عجیب غریبه. حالا این پول مگه نیست؟ این پول ها هست، اونجا داره خرج میشه. مشکل ما الان اینه که آقا پول داریم، نیروی انسانی داریم، متخصص داریم،
امکانات و مساله داریم، اما داره کجا خرج میشه؟ یه جایی دیگه. حالا یه سوالی، با توجه به همین فضایی که شما میگید، چرا رسانه‌ها و مهرهای رژیم با تکرار مداوم این موضوع به این مسئله دامن میزنن، در حالی که بالاخره عنوان شدنش به ضرر خودشونه؟ یه نفر مثلا همین نماینده رژیم از پاوه و سالاس باباجانی و اینا، خب این از ترس مردمه دیگه، خب چون باید بره تو خونش، باید بره تو همون منطقهش، خب این از ترس مردم میاد این حرفا رو میزنه. روزنامه ها به همین ترتیب، بعضی مقامات هم به همین ترتیب، ضمن این که اگر نگن انحصار اطلاعات شکسته شده. خب یه موقعی بود که شما اگر میگفتی از رادیو تلویزیون رسمی و دولتی یه چیزی رو میگفتی، خب مردم میشنیدن. اگر نمیگفتی کسی خبر نمیشد، فاصله ها زیاد بود، امکان نمیدونم تردد مشکل بود، مردم سرشون به کار خودشون بود. اینا الان الحمدلله انحصار اطلاعات شکسته شده، خب مردم همه به هم دیگه بلافاصله خبر رو میدن، اگر نگن مردم میدونن. یکی از علل اصلی اینی که ولی که اینا میان و این خبرها رو میدن، با اینکه پخش این خبرها و دامن زدن به این خبرها به نفعشون نیست، اینه که به نوع فریبه، در واقع یک نوع سوپاپ اطمینانه. چطوری؟ وقتی میان اینا رو توی روزنامه‌هاشون میگن، وقتی مقامات دولتی یا حکومتی میان این حرفا رو میزنن، به نوعی به شنونده این الغا میشه که پس مقامات نظام میدونن، دولت میدونه، علی خامنه ای میدونه، پس حتما میدونن و احتمالاً دنبال حل و فصل قضایا و مشکلاتن. نه. یعنی هنوز امیدی به اصلاح و درست شدن امور هست. این امید کاذب رو هم اینجوری اینا میخوان با بیان مشکلات و به نوعی حتی اپوزیسیون نمایی ایجاد کنن توی مردم. زمینی که خب دعوای باندی هم دارن دیگه، البته این یه کمیشو بخواد بندازه گردن اون یکم. اینا همه یک کلافی میشه که میره تو هم دیگه که چرا این کار رو بکنن به این علت. اما یه نکته خیلی جالبش اینه که آقای یفتاج، این سوپاپ اطمینانی که با این حرفا اینا میخوان ایجاد کنن، اتفاقا به ضد خودش تبدیل میشه. چرا؟ به علت اینی که این حرفا خودش میشه بستر مناسبی برای قیام. این اون نکته ظریف و مهمیه که وجود داره. خب بگن یک جور مشکل دارن، نگن هم یه جور دیگه مشکل دارن، خب اینا اینشو انتخاب کردن، ولی در هر صورت دو جورش یک جور هست. خیلی متشکرم از شرکتتون در این گفتگو.